در پی بسته شدن بیش از صدها حساب جعلی در فضای سایبری که از سوی تهران و مسکو با هدف کمپین نفوذی علیه کاربران آمریکایی ایجاد شده بود، مسئولان ارشد عملیاتی توییتر و فیسبوک امروز برای پاسخ به سوالات اعضای کمیته منتخب اطلاعاتی سنا در مورد نفوذ خارجی و امنیت سایبری در این کمیته حضور یافتند. ارتباط مستقیمی داریم با خانم شهلا آرسه، مستقیما از کنگره آمریکا. خانم آرسه، گزارش شما رو بدونیم از جلسه امروز مدیران توییتر و فیسبوک با قانونگذاران آمریکایی. بله، مسئولان شرکت‌های فیسبوک و توییتر امروز در از عملکرد شرکت‌هاشون در قبال حفاظت از تلاش دشمنان برای نفوذ در سیستم سیاسی آمریکا در مقابل کمیته منتخب اطلاعاتی سنا دفاع کردند که قانونگذاران انتقاد کردند از ناتوانی این شرکت ها در برابر چنین حفاظتی. ریچارد بر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته منتخب اطلاعاتی سنا، در این جلسه ابراز نگرانی کرد در مورد عملیات نفوذ خارجی و بر این تاکید داشت که علاوه بر روسیه، کشورهای دیگه مثل ایران هم برای صدمه زدن و کاشت نفاق در آمریکا دست به کمپین انتشار اطلاعات غلط و همینطور نفوذ در سیستم‌های رسانه‌های اجتماعی زدن و ایشون از با استناد بر حذف بیش از 600 حساب توییتر و فیسبوک در این ارتباط چنین اضافه کرد. In a departure from what we've all gotten a little accustomed to, this activity. فراتر از گذشته که با روسیه روبرو بودیم، فعالیت‌ها و تهدیدهای دیگری هم از سوی ایران صورت گرفت. غریزه به من حکم می‌کند هوشیاری تیم امنیتی شما و جدی گرفتن این تهدیدها را تحسین کنم، ولی مطمئن نیستم که موضوع موفقیت شما موضوع مهم مطرح در اینجاست، زیرا آنطور که درک می‌کنم کار تیم امنیتی ثالثی در شناسایی فعالیت‌های بسیار گسترده تهران بسیار مهم بود. شرل سندبرگ، رئیس عملیاتی فیسبوک، در ارتباط با پاسخ فیسبوک به کمپین نفوذ روسیه و ایران در پلتفرم فیسبوک ابراز ندامت کرد و همچنین گفت که ما در شناسایی و واکنش به این تهدیدها آهسته عمل کردیم و کند عمل کردیم و این مداخله که نقض ارزش‌های کشورهای ما بود غیر قابل پذیرشه. سنترز، let me be clear. اجازه بدید مسئله رو روشن کنم. ما از دشمنان مصمم‌تر هستیم و به مقابله ادامه میدیم. وقتی بازیگران بدخواه سعی میکنند از سایت های ما سوء استفاده کنند، آنها را مسدود میکنیم و وقتی سیاست ما را نقض میکنند، آن را حذف میکنیم و وقتی از تکنیک های تازه استفاده کنند، ما هم به منظور تقویت تلاش هایمان از تکنیک های تازه استفاده میکنیم. اخیراً فیسبوک و شرکت امنیتی فایر آی از کمپین نفوذی ایران و روسیه پرده برداشتن که به حذف این بیش از 600 حساب توییتری و فیسبوک منجر شد. همچنین باید اضافه کنم که گوگل از شرکت در این جلسه امروز خودداری کرده بود در پی گزارش‌های جنجالی در مورد سعی کردن تلاش گوگل برای وارد شدن به بازار رسانه‌ای و سایبری چین و همکاری با اون کشور مورد انتقاد قرار گرفته گوگل.